بطلو نیوز خوش آمدید. ما روی رویداد اصر روز شنبه فاجعه ای که در برابر دانش آموزان در غرب کابل رخ داد صحبت داریم و مهمانان من در این بحث آقای سردار محمد زدران مشاور رئیس جمهور آقای مقدم امین آگاه مور نظامی و همچنان آقای زبلاف فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر هستند مهمانان عزیز یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم واقعا زدران از شما میخوایم بپرسم شما تصاویر دیدین از دانش آموزان از کتاب و کتاب جهان دانش آموزان که حتی دعای افطار نوشته بودن اما نتونستن برسن به این دعای افطار و شاید تعدادشان که روزه داشتن افطار بکنن اما دیگر قابل تحمل وضعیت نیست بر مردم حکومت چه برنامه داره پدې کې ښکنه شته چې د پاکستان د مظلوم خلکو د وینې ته ایدل او د افغانستان ملی منافع متضرره کېدل دا هیڅ هده پرد منلو وړ نه دی او دا نه د افغانستان حکومت لپاره نه د ولسم د ملت لپاره ولې موږ نه چاره یو کچیرته موږ په یو इشتمه شکل باندې مونږ په یو ډلې شکل باندې یو د واحد ملت په توګه باندې خپل نظامنا حمایت ونه کوو د نظام سره څنګه پڅنګ بدونه درې ما فکر باندې چې نظام به ونه تو نه کې په تمام معنا د یو دومره لوی دشمنانو چغات سورل دي او هغه بیرحمه ډل دي هغه په تنه سرت باندې ددا سپې کې جليوګریو کې ولې بدبخت نه چې تاسو فکر وکړي مونږ د داوت خان د نظام د کتتان ورسته مګ د ملت توپښلای شو دا ملت د یغی کټتان او روس سره بلبختي سره مواجه شو چې د پردې استخباراتي کډای له لپاره په افغانستان کې زمينه سړي او دا د افغانستان سمیس ګونډي هو دونه په دې بنوټونه دل چې په مختلفه انوا سره موخ په نجدي له خاص په قومي له خاص سمتی له خاص مونږ دلته و پښې او په مخ کې د نه کار وکي او مونږ وسم د لړې روانه د شکل چې هر حکومت چې دلته راغلي دی په مقابل کې یو څو کر پیدا شوی دي چې هغه اګه حنا یا غیر اګه نت وګ باندې حکومت تخریف کړي د دې په ځای چې د حکومت حمایت وکړي حکومت په څنګه کې ودریږي او د دو دوخمن لصاف ناراضه شي دوی اګه حنا یا غیر اګه هغه ځدرونه شوم میګین مردوم از حکومت حمایت نه کوي در حال حاضر زه یو تداد خلک شته چې د حکومت نه حمایت نه کوي بلکې د حکومت په زیات باندې هغه څه درو اما ما فکر کوم مسله بس حمایت است نظام نشته مثلا تامین امنیت شهروندان کشور است زمانی که بیش از 50 دانش آموز جانشان از دست می تمه شما اشاره کردم کتابچه‌های تکپاره این دانش آموزان است بکس های این دانش آموزان است واسه حکومت همین است که مردم از نظام حکومت حمایت نمی حکومت پده نتوانگی که در هر کور و در هر دروازه کوچه تا پلیس و در او ټول د افغانستان هر کور تا اسکر و پس اجازه که همین مردم ا کوشتو شو دا برن دیګه یعنی دا ټول دنیا کې دا قانون نشته چې د هر چا کور مخته پولیس ترې دلی بلکې دا د ټول دنیا قانون دی چې هر څوک د خپل نظام نه حمایت کوي د خپل نظام نه ملاتړ کوي هر څوک دیو پولیس په شکل باندې د نظام په د نظام نه حمایت کوي ولوبدبخت نه چې دلته ماغو ولچی د سمایز کې وندي هودو لن لترف نه داسه توتیر روان دي چې د حکومت پر زیات باندې تبليغ روان دی د حکومت کمزوریات لپاره کار کوي طالبان یا د طالبانو نور توشي ډله غو پمنظم شکر باندې په نظامی شکل باندې حکومت مخالفت کوي جنگي ولی یو شمیر خلک دي چې هغه پتابلغاتی شکل باندې پروپاګاندا شکت مده د حکومت په خلاف مند لګی دی دا د حکومت د یو دخمنه ډیر مزیر ده مګو وایو چې کچېتا د افغانان دغه حکومت د جمهوریت د یو کشته شکل لري د حکومت ک غرکی د بولس ورسره ټول غرکی ښه خبره ده دا چې هم دا د حکومت ک کمزور ایدای ک ضعيفه ده کله چې ولس مناوتړي ولس ورسره شي ټول قومونه نه جن دون سمتون د ولس د حکومت سره ورسره شي به هیڅ دخمن په مقدمه مداخله نشي کولای بله آقای امین گفتنی آقای زطرادین استه ک حکومت نمیتونه پښته هر خ مردم یک پلیس استاد بکنه پس پیامش چی است دیگر به مردم خودشان تامین امنیت بکنن چی در حوزه دین چی در حوزه قانون نظامی که بالای مردم حاکم است از وجب وجب خاک کشور مسئولیت دارند از فرد فرد کشور امنیتش که تامین بکنن مسئولیت دارند کوچه با کوچه نیه که خانه با خانه وجب با وجب خواهد کشور این مسئولیت دارد شما تنها در شهر کابل 100 هزار و نیروی مسلح دارید شما یک کوچه ای که امنیت باشه امی کوچه ای که میگیریم از امی کوچه را گفته ای زدران صاحب خواهر کشید همون جایی را که امنیت میگیرند کجاست؟ امید می کلی شهری کابل در بیست چند حوزه امنیتی که داریم شما بعد از چهار باجه در ولسوالی های کابل رفتن نمیتونید در شهری کابل گشتن نمیتونید در کوچه های کابل گشتن نمیتونید با چنین وضعیتی چی توجه قانونی و حقوقی میتونه داشته باشه که ما از چنین یک نظام مبتزل حمایت کنیم یعنی به صورت قد گفتم با عامل بحران هستن اینا یعنی مشکلات اینا بیشتر ایجاد کردن اگر پلیس خدا با مردم نزدیک میکرد یک ارتباط تنگاتنگ میان خانواده و پلیس و مردم ایجاد میشد این فرهنگ نظامی گریست و نه. اردو هم به همین شکل یک قسمی است که ما یک دیگر خدا سپورد میکردیم ای که ما در برابر هم قرار بگیریم حالا شما میبینید در یک حوزه امنیتی یک یک قمندان از رشوت دستگیر میشه این محبوس میشد از اونجا پس دوباره یک حوزه دیگه تعیین با چنین شیوه آیا میشه حکومت داری کرد؟ اجازه بدین آقای زدرانم یعنی ما براتون میگم به خدا این ما با بله. ای دلایل روشن خدمتتون ثابت میکنم که در به دروازه های قدرت به دروازه های بله. حکومت دولت افغانستان طالبان را رسانده است. این یک واقعیت عینی ای نیست این چنین وضعیت را که میبینید نظام است. حق مردمه تلف کردنه د بیت المال خیانت کردنه عزت مردمه پایمال کردنه فاسدترین کشور دنیاي کشور جوړ کردنه شما در کوچه ها از ازي گدایګر و ازي معتاد از ino تصویر نظام شمو در همین وضعیت ببینین بله. چی جای داره که ما بیم از این نظام حمایت کړین بله اقای زادران پاسخ شما چیست زه هم ګچیر ته د خبره حقیقت ولری دو دوتره د نظام نارنولی مونږ ډیر نظام عدالت شپاکړه وړاندنګ کړل خو موږ د خاله کوچه دی یو نظام د یو ملات پتوګدېو نظام شاته وبونه دردل اې دا ټول نه زبونه خرابو د دولت خان نظام خرابو د ترکه خرابو د کرمل خرابو د مجاهدین خرابو د طالبان خرابو د دنجيب خرابو او د کرزای صاحب خرابو د اوس خرابو کوم به داسه نظام چې د اسمانه په پرېکړه کېږي او مكتب دلته حکومت کوي ګوره دلته مسولیت څومره حکومت لري ګوره د دی دین په لحاظ د قانون په لحاظ هر د افغانستان هر وګړې مسولیت لري دګونډي مسولیت لري د یغی د پښتنو مسولیت لري د یغی د غریبې مسولیت لري دا یوازې ټول مسولیتونه په حکومت اچول او ځامت برأت ورکول د په هیڅ دنیا قانون کې نشته تنهو امنیت وسوم کوو مسله همین حمله چې دیروځ در دشت برچی صورت گرفت چی څه څه اصل لکه د چوو الیا ولک موږ نيرولرو ما جدلته د یاو میلیون نزيات مونږ خنوداو په میلیونه لرو یو 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 لک نیروب په یو میلیون بسوراسي ګورې دا یو مسله دایمه مسله ده چی مونږ څه چراله ورو ګورې د هر ولسوال د هر کمانډان د هر وزیر په بدله بدلېدله د نظام کاروکو خو مو په داسي او شرایطو کې کارلرو چې جګړي شرایط دي په جګړي شرایط کې موږ یو مستحکم داسې نظام نه لرو چې د دنیا په سطح باندې داسې نظام چې پیږی کې د نه رشوات وي نه د غلاوي او نه د نه د بلڅوي کله چې مقدس یو حالت نه نوځو چې مقدس جنگ نه نوځو او مقدس امن او د سولې طرف ته ځو بیا مقدس سوال ده چې باید نظام کټول پاک خلق کوي هم اوس تاس په نظام کې وي نه په دې کې نه د قوم خلق شته نه دی او نه जात خلق شته د مختلفو نه جادو نو د مقرب قومونو خلق په دې نظام کې راځي ما یو سوال از شما میخواهم داشته باشم دور از خانواده شما باشم بل. اگر فرض بر این بگیریم که در حادثه دیروز یک عضو خانواده شما می بود دختر شما در اونجا می بود همین قد راحت صحبت میکردین و بازم میگفتین که مردم از نظام حمایت نمی کند و بحث تامین امنیت بازم همه ملامتیش بالای مردم می انداختین گوره ایزا فکر کنج به نظام که به وزنه کسزا چه اون چیز زوی قربانی شویده زما ده, ده دل تا دلیر دل دل چرواکی زمان بنوی قربانی شوی، زما زوی چه مشر زوی قربانی شوی و شهید شایده طلبان اول طرف. مګر زه بیا هم دا وایم چې هم حکومت مسؤلیت لري هم ولسم مسؤلیت لري دولس مسؤلیت ده چې د حکومت نه حمایت وکړي او د حکومت مسئولیت داده چې د خلکو امنیت تامین کوم په حکومت سره هر نظام سره سر واخلو هر نظام د پینل وو بیا به موږ کوم نظام د باور او اعتماد درست تشکر آقای فرهنگ من میخوام بپرسم این صحبت ها به شما قابل قناعت است که خب مردم از نظام حمایت نکردن یا مردم در کنار حکومت نیستند که سبب بر همچون رویدادهای فاجعه میشد و امروز خانواده های زیاد دیگر در گلیمه غم نشسته. خب نسبت به عملکرد نهادهای امنیتی و نگرانی هایی که در این زمینه وجود داشت ما بحث کردم اما ما بگذاریم که چند نکته دیگر هم مطرح بکنم هزینه انسانی جنگ هزینه اقتصادی و مالی جنگ بسیار بسیار بالاست تنها از سال 2009 میلادی از ابتدای سال 2009 میلادی تا روبی اول سال 2021 میلادی 31113 غیر نظامی در افغانستان کشته شد مطابق با بررسی هایی که ما داشتیم و باور داریم منابع ما محدود است و ای بیشتر است 62616 غیر نظامی هم زخمی به سبب رسیده پیامت های این زخمی شدن ها را کی درک میکنه بسیاری از اینها که زخمی میشن طبیعی است که اینا معلول میشن بله. از لحاظ اقتصادی چقدر نظر به میبینن کسانی که کشته میشوند چقدر از لحاظ روحی روانی از لحاظ تأمین نیازهای خانواده خانواده ها با مشکلات و دشواره های بیشماری مواجه می بنابر بنابراین آتش بس باید بکنن باید به میز مذاکره برگردن چون این جنگ هیچ مشروعیت نداشته و هیچ گاه هم مشروعیت نداره باید از این جنگ مشروعیت زدایی هم شود در عین زمانی که ما در جاهای اگر بحث میشه فرهنگ جنگ باید محکوم شود جنگ باید محکوم شود چون جنگ سبب نقض حقوق بشری همه شهروندان میشه از جانب دیگر بحث ما است که سازمان ملل متحد باید در این زمینه یک بررسی کنه یک تیم تحقیقاتی بفرسته به خصوص نسبت به حادثه دیروز از جانب دیگر سازمان ملل متحد با توجه به وضع کنونی باید یک گزارش به مردم افغانستان با توجه به وضعیتی که جریان داره از اعلام آتش بس از ختم خشونت ها بته و ما خواست ما است که به خواست ما و خواست شهروندا پاسخ مثبت داده شود ولی آنچه که جریان داره شدت خشونت هایی که ما میبینیم سخت نگران کننده است درست بعد برگردیم به صحبت های آقای زدران ما از شما پرسیدم یک چیز که از بین صحبت های آقای زدران ما دریافتم این است که اگر مردم از حکومت حمایت نمیکنه پس بگذارین که اگر کشته شود چون وضعیت وضعیت جنگیز دیگر در افغانستان خب میتونه پاسخ باشه بر خانواده هایی که امروز دیگر فرزندانشون در کنارشان نیستن دخترایشون از دست دادن کسایی را که روان کرده بودن تا درس بیاموزن و آینده ای افغانستان بسازن اما با این پاسخ حکومت در حال حاضر روبرو هستن فکر می‌کنم این پاسخ ها قناعت بخش نیست نهاد دولت نهادهای امنیتی افغانستان مسئولیت, مسئولیت اساسی شان یا یکی از مهمترین مسئولیت به خصوص در شرایط کنونی امنیت شهرونداست و ای, ای باید ای, ای کار صورت بگیره اما تا به اکنون رانچ که جریان داشته با تاسف عملکرد نهادهای امنیتی مورد انتقاد و اعتراض های بسیار جدی است و واقعیت هم است که نسبت به تامین امنیت شهروندا در بسیار موارد مثلا قضیه دیروز قضیه لوگر و رویدادهای های دیگر نهادهای های امنیتی ناکام بودن بله دوباره برمیگردم آقای زتران از شما میخوایم بپرسم مثال بیارین و بگوین چند رویداد در حکومت تانسته پیگیری بکنه کله ته نه په سخه اړیکه بر خناده های باشه که ino از ځان شونست زده شما که هم نه میپزین حکومت کو ته هم در, در تامین امنیت مردان پس پیګری هم کرده هم چون ریداد ها غری د پښتنو حبیب وزیر داخله نه وشي زکه دغه مسولیت شما مشور رئیس جمهور هسته د وزیر داخله مسولیت ته چیغه ته د ټول پیخه او د جزیات ملیم دي مګر زه دا یو خبر کوم زه په امارات کې یو وختونه یو یو موټر راغی یو د سرکټ غاړی یو مټه سرټه کارشه د موټر ټکر شو الته د کواندار راغه دغه د موټر ډرورې ونی او ورته ول شو تر څو پر لیدي ځای نه شتلای تر څو پر ما شورته یا پولیس راغښتې نه وی او د تانه سوال کړي نه وی زکه په دې سرک بندې په دې مټه بندې زمات سرمایا ټیکس لګېدلای دی ما چې alternator فکر وکړ او magical موږ د افغانان شهروندان له څنګه چورونه چې وازه حکومت <متحدث> مسول ده نور هیڅ کوم مسولیت نه لري د افغانان حکومت قانون کې د نړۍ په کوم قانون کې دای دی چې یو څوک دی په هر حکومت سرچګي او تبلیغات ته کوي هیڅ مسولیت هم نه لري نه د کور مسولیت ولري نه د کلي ول نه د قوم ولري وازه د ټولو پړه حکومت ونه ورځ د پکم قانون کې دی ګورې لکه څنګه چې حکومت مسولیت ته زیات دی م نن چې د حکومت مسولیت دی ولی د عوام هم د مسولیت ته چې د خپل سړک د خپل تامین د خپل د خپل کلی د خپل کوڅې دیږي د نگاه او د پستانه کې هم په الهي قانون کې هم په افغانستان په قانون کې د ټول مسولیتونه لري یو اصل مسولیت یو 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 حکومت ته متوجی ده ګور غور له کڅنګ چې امنیت نړیوال په ټول اشتبای برخو کې موږ مشترک مسولیت لري دا چا زیات ده دا چا کم ده د حکومت زیات مسولیت ته ده ګور تاسف فکر وکړه چې موږ کاچیرته موږ په دې وته ونیو چې په افغانستان کې د ټول پخ مخاوني سو خو بیا خدای ته جګړه نشته بیا خو هیڅ تورستی ډله نشته دا تر رسیداله دا چې دومره ډېری دی دي چې زمونږ شهروندان تداخل شوي دي زمونږ کلی تداخل شوي دي زمونږ منطقي تداخل شوي دي دا به حتمه د ویچ په جنگ کې حل وګانې نه وي شل کېږي په جنگ کې خلک وچل کېږي په جنگ کې پیخي کې دای وځ نن مثلا مو کې د دوه سالو کل دو کله را وښنو د دوه سالو کله په اونسان کې جګړه ورند کله دغه اونسان نه مختر شو لا شو عراق ته پیرا کم دغه جګړه ده کله لا شو مور سوریه ته سوریه کم دغه جګړه ده ځینې ترن کشوړҳои ديګر бошو وضعیت شون په ځای خود شون چې څل شوی سبب بر وضعیت بعد امني درن کشورها شته اما بر بغاردیم په افغانستان این ملت بود که حکومت ایجاد کردن تا برشان کار بتون انجام بده خدمات ترزا بکنه امنیت جانشان تامین بکنه اما پاسخ قابل قناعت نیست که در حال حاضر شما ارائه میکنین که مردم از نظام حمایت بکنن در کنار حکومت باشن که هستن هم در حال حاضر فکر نمیکنین مردم در کنار حکومت نیستن از تمام پروژه های که هست اینا حمایت میکنن اما امنیتشان که چی هر روز از جانشان از دست میدن زوایم خو د اسمن ملای کنه چې را کوز شي اما چی چی سبب برین شو دا یو د دغه ولست دل تل ولستای چې هم طالبانو ته ځای ورکوي او هم د حکومت حمایت کوي ځدا وړه کار کوي بعضي د حکومت حمایت کوي او بعضي طالب ته ځای ورکوي او طالب موټر کوي او طالب توریسټي ډالو ته دا کار کوي موږ دا وایو چې راځي په مشترک ډول باندې د تبلیغات نه تیر شو د حکومت خلاف تیر شو دلته کبه حکومت او قیصر اجازه به بس حمایت از حکومت باشه د اما تنها ما بس امنیت اگر صحبت بکنیم ما پرسیدم در رابطه رو با رویدادهای مرگبار و کلانی که رخ مثلا لوگر سال داده مثلا لوګر میتونیم مثال بزنیم کابل چندین رویداد که مثلا د دشت برچی رخ داده چقدر پیگیری شده پاسخه هست یا چه وایم د سلها او پیخ مخنی ول شو مثلا کشته بیش از 100 زخمی زادگاه رئیس جمهور باسوختان چیست ګورئ یو تر ټولو ډات چې موږ وايي ټولې د تورستي پکې هم موږ مخالفي یو د تورستي پکې مخنیوي دی پره زموږ هر ورځ امنیتي ځوکونه دی فایز وکونه زموږ زموږ استخباراتي ځوکونه قرباني ورکوي او د دې لپاره شپاورهسته مطالعه کوي اما ز داوائم چې دغه پرمختللې تورستی شبکې لکه څنګه چې اړیک څنګه چې د اوسمه حکومت دی 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 پی په دې توګه نه دل چې ډېری پخې مخنیوي دا یو د دینه هم ضعیف نظام و او زه موږ استخباراتي کړې اوس کوي نه وای تاسو یقین مکه هر ورځ به د اپېخه په کابل کې کېږي ولې تاسو ولې په ټیره وختونو کې دلته ډېری پخې وشو په کابل کې ماګر د ډېری پخې مخنیوای وشو ډېر خلک عادی عدلي او قضایی ورګنون ته وسپل شو د وزر باندېان چې موږ خوښې طالبان د څوک د وزر جوص نور په جل کې پرته د څوک دي د دې سراجینه ای پکیج موږ پر زره او لرو د څوکري خدا ټولغه کساند چې تا پکی کړی ونی ول شول د افغانستان امنیتي ځواکونه کشپی ځواکونه همدغه قربانی و چې واری کړ افغه الټای بنديان کړی دي bale اقای امین با شما بر میګردم اقای زطران اشاره شان برین استه ک بخش استخبارات نیرهای امنیتی قوی و است و ino در اک شمار زیات است رویداد هارم توانستند ک موهر وکنن همچون چیزی است ما فکر کوم از دې بس یک مقدار کم خوريج بهتر است فعلا ما اینی در مجموع شهروندان در سراسر کشور نه امنیت داریم نه برق داریم نه آب داریم شما در شهر کابل از یک جای دلقه تا جای دیگه برین تا دو ساعت هم رسیده نمیتونیم اگر دغدغه های نظام های سیاسی را شما مطالعه کنیم میبینیم که همش بس رفاهی جامعه مطرح است برای توسعه اقتصادی مطرح است آرامش مردم مطرح است نظام ها به خاطر به وجود میآیند یعنی این نظام ها نظام های جنگی سینا های جنگی دارن این را بار بار صحبت کردیم و الان هم میگم نظام فعلی دنبال روی منافع آمریکاست با مجرد که امریکایی ها خارج میشه این نظام باید از هم بپاشه هیچ نوع توجهی دیگه در این بارش نداره هیچ نوع برنامه ای برنامه, برنامه ملی نداره بس ما این نیست که در این صحبت تا طالب تایید کنیم طالب جامعه درک میکنه که کی هست خوب از یا خراب جامعه درک میکنه بب. ولی این نظام شما میبینید خوب آمریکایی‌ها خیر بار بار صحبت کردیم آمریکایی‌ها خوب ام، را شکست داد نظام سیاسیشون از بین بود صدها میلیارد دلار بر اینجا سرازیر شد کاری که ما کار, کار کردیم چی است در, در،, در افغانستان زیر ساخت‌های سیاسی تان زیر ساخت‌های اقتصادی تان فلج است اردو با پای خودش ایستاد نیست 90 درصد فعلا یا شاو با تا و, و تجهیزات اردو تان متعلق به کشورهای بیرونی است با چی دستاوردی میتونیم بگیم دعوایی که از از این ملت دفاع میکنیم خب ادبیاتی شما ببینید در حوزه سیاسی شورای امنیتی ملی میگه که ما کمر طالبان را شکست دادیم خب وزارت دفاع میگه که ما دفاع فعال دفاع فعال ایجاد کردیم دیگه طالب توان مقابله در برابری نیروهای امنیتی دلات. را نداره رئیس جمهور میگه که ما پاکستان منزوی ساختیم آیا با چنین ادبیاتی میشه ملت گل زد پاکستان سرنوشت تو را تعیین میکنه پاکستان امیال اگر رایگیری شما من مطمئن هستم که ده برابری یک پاکستانی ده برابر رئیس بی جمهور از اینجا رای بیشتر میبره یک پرسش که از صحبت های آقای زدران ما میخوام داشته باشم ای است که اشاره کردن که مردم هم با مخالفین مصالح دولت جا میتن هم بر حکومت بر از اینا آب نام میتن اما چی چیز سبب بر این شده که ساعت نرازیاتی مردم به حد باشه که اینا به گروه های مخالف مسالی دولت کمک بکنه اما در این چنین یک شرایط که هر روز غیر نظامیان در تمامی بخش های افغانستان قربانی میتن به انصافی نیست این چنین صحبت ها در حق مردم ببینید امیاد در شاره های قندز و بغلان معلوماتی که ما داریم معلوماتی نیست که کسی گزارش داده باشه یعنی چشم دیدشون است دولت و پوسته طالب در یک جاست او هم اخوزی میگیره و میگیره و میشکل از ساحه اداره دولت دوسیه دو های حقوقی و جزایی میره در محاکم طالب از ساحه دولت عدود 70 درصد مالیات به طرف طالب میره تمامی شبکه های مخابراتی شما فیصدی خدا برای طالب میده الان تمامی بانک های شما در داخل شهر کابل الان فیصدی خدا مالیات خود برای طالب میده خب ما به این نظر اصلا من میگم تفکر تفکری طالبانی نیست شما اگر ریشهی بسکنین در استراتژی بسیار تفاوت کم است حالا میشه که به خاطر منافع ما در برابر هم قرار بگیریم ولی در در استراتژی حالا شما ادبیات که روزم این اشاره کردم در ده. مقاله که رئیس جمهور نوشته کرد اونم گفتم مثل بابرا کارمن واری در یکی از روزنامه ای که در میان نخبه های سیاسی یا پارلمان کشور در داخل کشور موقف سیاسی سیاسی اعلان کنه و میره در یک روزنامه امریکایی اعلان میکنه و در اونجا میگه که ما با امریکایی ها یک, یک تعادی جدیدی را روی, روی دست میگیریم یک ارتباطات جدید را حالا به تعقبش میگه که حاکمیت واقعی در در حالت تحقق پذیرفته است اینا را چی میتونیم استنباط کنیم هدف ماست که بین رشایی بحرانت چیز بکنه حالا جنگ هایی که که میا غربی کابل ازد کی ازد این بس هاییست که زیاد نمیتونه عمیق باشه اما استراتژی در کجا دولت به کجا روان است اصلا دولت وزارت دفاع چی کار میکنه وزارت داخله یدی چی کار میکنه شما وضعیت کابل میبینین تشکر. یعنی شما هیچ نوع دستاورد از این نظام که مردم بیا با نظام همکاری کنه چنین چیزی را به چشم نمیبینین بله آقای فرهنگ از شما میخوایم بپرسم در رابطه با پیگیری همچون رویدادها پیش از این هم تاکید شد آقای زدران هم پرسیدم اما من چیزی نیافتم که قناعت بخش بتونه باشه که رویدادها مشخص ساخته شده چگونگیش عملش و اینا رسیدن به کیفرشان تا دیگر مشاهده همچون رویدادهای مرگبار نباشیم که اینجوری این نیست و ادامه این وضعیت با این پاسخ های حکومت چه خواهد شد خب بررسی دوسیه های عاملان آم، قضایا یا خشونت هایی که اتفاق میفته بسیار با دشواری‌های های زیادی مواجه است سبب نگرانی جدی ماست بسیاری از خانواده ها دسترسی به عدالت ندارند و حتی از شروع تحقیقات هم در جان گذاشته نمیشه و خبر ندارن در بسیار موارد بنابراین ما در این زمینه نگرانی های جدی خود خود داریم اما آنچه که میشه به صورت مجموعی گفتیست که در جنگ جاری در منازعه کنونی ابزارها و روش هایی که به کار برده میشه چه از طرف گروه طالبا و چه هم از طرف دولت افغانستان غیر نظامیان و رزمندگان را نمیتوانند تفکیک بکنند افراد غیر نظامی قربانی میشوند از انفجار ماین های کنار جاده گرفته که بیشتر گروه طالبا از تاکتیک استفاده میکنند انفجار متربم ها و امی قسم بم های مقناطیسی گرفته تا به روشی که دولت افغانستان حملات هوایی انجام میتن ما شاهد تکرار تلفات غیر نظامیان بودیم و بنابراین نگران هستیم از شدت خشونت ها که فعلا ما به او قرار داریم انتظار ما است که دولت افغانستان عاملان این رویداد ها را با توجه به مسئولیتی که داره مطابق به قانون باید مجازات بکنن اینها باید شناسایی شود دستگیر شود و بنابراین مجازات شود آقای یک سال دیگه هم که دارم در حال حاضر رویدادهای کلان که صورت میگیره که بیشترین تلفاتش میرسه به غیر نظامیان هیچ طرف مسئولیتش نمیگیره مثلا رویداد دیروز دشت برچی رئیس جمهور رویداد کار طالبان داشتن اما طالبان رد کردن در اینجا پس اگر صلح قرار است صورت بگیره با طرف طالبان پس اینا که مسئولیتشون رد میکنن در همچون رویدادهای پس سال به دیگر به معنای چی خواهد بود در رویدادهایی که گروه طالبان مسئولیت گرفتن رسما در رویدادهایی که مسئولیت گرفتن طبیعی است که حقوق بین الملل بشر نقص شده در بسیار موارد در بیست سال گذشته بله. اینها هر زمانی پاسخگو خواهند بود باید به با مردم افغانستان در هر شرایطی اینها موارد پیگرد عدلی و قضایی قرار میگیرند و باید پاسخ بدن این یک نکته و قسم دولت افغانستان نکته دومی که وجود داره است که این رویدادها اتفاق میفته اما اگر محکوم میشه اگر رد مسئولیت میشه یا هر شرایطی که یا هر مسئله که اتفاق میفته ما به مو خاطر با توجه به می وضعیت از سازمان ملل متحد میخوایم که در زمینه باید اینها دست به کار شوند یک تیم بررسی رو باید بفرستن تا مشخص شود کاملا این رویدادها واقعا چی کسان یا چی کسی است چیزی که مهم است و خواست عمومی مردم افغانستان است آتش بس است گفتگو است باید به خواست تمکین شود و آنچه که تا با کنون جریان داشته بله. هیچ گونه سودی به هیچ طرفی نداشت تشکر آقای زدران من میخوام شما بپرسم و جنبندی بکنم بس خدا هر رویداد با هم چون اعلامیه ها و محکومیت ها به پایان میرسه اما بعد از این رویداد قرار است که حکومت از این محکومیت دیگر بگذره و برنامه بر تامین امنیت مردم روی دست بگیره در اسلامی جمهوریت لومریتوب سولی تور او و پسول بندی تینگار او موږ مې دواروي چې د ټورکی کمپ्रेंस په دغه وسره به موږ په دې باندې وټ ونیو چې څنګه د افغانستان د ولاس خوختنه د چغور بنده او دور بند ناورسته یو سیاسي توافق د موږ دې ته ورسوي کا چیرته Taliban بیا هم په جنگ باندې ټینګار وکویل کډ اوسې چې جګړه ته زور ورکړو په جنگ ټینګار کوي بل اخرابا موږ لوی جرګه او د افغانستان ملت ته به مراجعه وکړو او غو ملت چې هر رنګ په شلا وکړه د ملت فیصله ته به موږ درنوي لرو او عمل کردو زموږ د ملت ته فیصله په تطبیق کوي تا این دم در حال حاضر برنامه چیست بر تامین امنیت تروسه پر خو چې موږ د افغان اسلامي جمهوریت کوم مسولیت ته حکومتونه دی د غپدې کې کاملا د افغانان د شهروندانو د ټولو ویلاياتو تاسو ولې د هلمند په جګړه کې ولې بدبختره مخدل حکومت لا <سؤال> ستورونه باندې باس نه کو د هلمند جګړه تاسو پرې چې د هلمند په جګړه کې د افغانان د ټولو ولایتونو ن طالبان را جمع شو او بډیر قوت سره د هلمند په مرکز باندې حمله وکړه ولې د افغانان امنیتي ځواکونه په دې وتو نه دل چې هغه جګړه پښه و تنو ولادي بغلان جګړه پښه و تنو ولې د کندوز جګړه پښه و تنو ولې کله چې زموږ امنیت ځوکونه دمره په قوت باندې ونیو چې د د د د ډرښ ولایتونه طالبان په پاکستان نه هم راضي غوی ولایت باندې حمله کوي بیا هم د موګ امنیت ځوکونه قرباني ورکوي حمله په شاتموي ول بیا هم موګ امنیت ځوکونه قرباني د یاد بس او د یې حمایت کوي قرباني مردم چیست پس شې را شوم نه دی دی میگیرین ګوره موګ د سونو یوه قرباني مردم به نه دی دی پس برنامه چیست ازمن خاطر ما پوښتنه کوي د هیڅ کله په افغانستان کې د داسې پک مخنیواي هیڅ حکومت نشي کولای تر څو پرې افغانستان کې سولره رغلي نوې بله هیڅ کوم بدینات نشي توانی دی دا کده سم تو حکومت وی کده جبه حکومت وی کده یو قوم حکومت وی زکه دلته په مخ کې استخباراتي کړی د نن نور کار کوي ایران د کار کوي روسیا را کوي یو طرف ته جګړه ده بل طرف ته سم تبلیغات بله تشکر سپاسه ځینې کمه مړ عزیز درین بس مو موده ممنون شما فاک نو هم وقفدارم